فصل 19. اسپینوزا. خدا خیمه شب باز نیست. مدتی دراز ساکت نشستن. سپس صوفی صحبت کرد. میکوشید فکر آلبرتو را از آنچه روی داد منصرف کند. دکارت آدم عجیبی بود. هیچ وقت مشهور شد؟ آلبرتو پیش از آنکه پاسخی بدهد چند نفس بلند کشید. دکارت اهمیت فراوان داشت، به خصوص برای فیلسوف بزرگ دیگری به نام باروخ اسپینوزا که از 1632 تا 1677 زیست. درباره او هم چیزی برایم میگویید؟ قصدم همین بود و دیگر هم نمیگذارم یورش های نظامی مانع کارمان شود. بنده به گوشم. اسپینوزا از جامعه یهودی آمستردام بود، ولی به علت کجروی و دگراندیشی تکفیر شد. در دوران نسبتاً جدید کمتر فیلسوفی چون او به خاطر اندیشه‌هایش مورد توهین و تعقیب قرار گرفته است و همه اینها برای اینکه او از مذهب رسمی انتقاد کرد. می گفت مسیحیت و یهودیت با احکام جزمی خشک و مناسم صوری خود را زنده نگه داشتند. اسپینوزا نیز نخستین کسی بود که در مورد کتاب مقدس تفسیر به اصطلاح تاریخی انتقادی را به کار برد. توضیح لطفاً. اسپینوزا منکر این شد که کتاب مقدس کلمه به کلمه وحی خداوند است. گفت هنگام خواندن تورات و انجیل باید دائم به یاد آوریم که اینها در چه زمانی نوشته شد. قرائت انتقادی این متون به گونه‌ای که او پیشنهاد می‌کرد از مشتی تناقضات پرده برمی‌داشت. در زیر تمام تعالیم عهد جدید عیسی حضور دارد که می‌توان او را سخنگوی خدا خواند. آموزه‌های عیسی نوعی آزادسازی از سخت کیشی و تعصب یهودیت است. عیسی کیش عقل را موعظه می کرد که عشق و محبت را برتر از همه چیز می شمارد. مقصود عیسی به تفسیر اسپینوزا عشق به خدا و عشق به انسانیت بود. با وجود این مسیحیت نیز در احکام جزمی خشک و مناسک صوری خود گیر افتاده است. اندیشه های اسپینوزا را حتما نه کنیسه راحت هضم می کرد نه کلیسا. وضع که واقعا دشوار شد. حتی خانواده او هم ترکش کردند. کوشیدن وی را برای حرفهای بدعت‌آمیزش از ارث محروم کنند. و عجیب آن که در هواداری از آرمان آزادی بیان و در مدارای دینی کمتر کسی به قدرت و استحکام اسپینوزا سخن گفته است. در حال مخالفت همه جانبه با او سبب شد که اسپینوزا انزوا و گوشه‌نشینی را انتخاب کند و خود را یکسره وقف فلسفه کند. برای کسب معاش مختصر خیش عدسی می‌تراشید که چندتایی از آنها نصیب من شده است. چه جالب. امرار معاش اسپینوزا از طریق عدسی تراشی نیز جنبه نمادین دارد. فیلسوف یعنی کسی که مردم را یاری کند با دیدی تازه به زندگی بنگرند. در حقیقت یکی از ستونهای فلسفه اسپینوزا این است که از چشمانداز ابدیت به چیزها نگاه کند. چشمانداز ابدیت؟ بله صوفی. آیا فکر میکنی بتوانی زندگی خود را در بافتی کیهانی به تصور درآوری؟ یعنی خودت و زندگیت را در لحظه فعلی و شرایط فعلی ببینی؟ کار ساده ای نیست. به یاد بیاوری که تو جزئی ناچیز از کل حیات طبیعتی، بخشی از تمام هستی عظیم. گمانم منظورتان را میفهمم. و میتوانی منظورم را حس هم بکنی؟ میتوانی با نگاهی تمامی طبیعت در واقع کل کائنات را یک جا دریابی؟ خیال نکنم، شاید نوعی عدسی لازم باشد. مقصودم فقط ابدیت مکان نیست، ابدیت زمان را هم میگویم. روزی روزگاری 30,000 سال پیش پسر بچه‌ای در دره راین میزیست. وی ذره‌ای ریز از طبیعت، موجی کوچک بر دریای بیکران بود. تو نیز صوفی، جزء ناچیزی از حیات طبیعت را به سر میبری. بین تو و آن پسرک تفاوتی نیست، جز این که من فعلا زنده ام. بله، و این درست چیزی است که میخواستم به تصور آوری. تو 30,000 سال دیگر کی خواهی بود؟ بدعت اسپینوزا همین بود؟ نه کاملا. وی نه تنها گفت همه چیز طبیعت است، بلکه طبیعت و خدا را یکی دانست. گفت خدا همه چیز است و همه چیز در خداست. پس معتقد به وحدت وجود بود. درست است. به نظر اسپینوزا خدا جهان را نیافرید که خود بیرون آن بایستد. خیر، خدا خود جهان است. گاه این را به گونه دیگری بیان می کند. می گوید جهان در خداست. این همان چیزی است که پولس قدیس بر تپه آریوپاگوس به آتنیان گفت. ما در او زندگی می کنیم و در او حرکت و هستی داریم.
ولی اجازه بده استدلال خود اسپینوزا را پی بگیریم. مهمترین اثر او اخلاق به برهان هندسی بود. شاید کمی عجیب به نظر آید. منظور از اخلاق در فلسفه بررسی رفتار اخلاقی برای نیک زیستن است. آنجا که مثلا از اخلاق سقراط یا اخلاق ارسطو سخن میگوییم درست همین قصد را داریم. اما در زمان ما اخلاق کم و بیش به معدود قواعد تنزل یافته است. تا چنان زندگی کنیم که پا روی پای مردم ننهیم. چون تنها به فکر خود بودن خودخواهی شمرده می شود؟ بله، چیزی از این دست. اسپینوزا اخلاق را هم به مفهوم هنر زندگی و هم به مفهوم رفتار اخلاقی به کار می برد. با وجود این، هنر زندگی به برهان هندسی؟ روش هندسی اصطلاحی بود که اسپینوزا برای صورتبندی های خود به کار برد. یادت هست دکارت میخواست روش ریاضی را برای بازندیشی فلسفی به کار گیرد؟ منظورش البته بازندیشی فلسفی بر مبنای نتایج صرفاً منطقی بود. اسپینوزا نیز به همین سنت تعقلی تعلق داشت. میخواست با اخلاقیتش نشان دهد که زندگی پیرو قوانین کلی طبیعت است. بنابراین باید خیشتن را از احساسات و شهوات شخصی رها سازیم. به عقیده او فقط در این صورت میتوان خوشنودی و نیکبختی به دست آورد. اما ما صرفاً تابع قوانین طبیعت نیستیم، نه؟ فهم فلسفه اسپینوزا کار آسانی نیست. اجازه بده تکه تکه پیش برویم. یادت هست دکارت عقیده داشت هستی از دو جوهر کاملاً مجزا، یعنی اندیشه و ماده، تشکیل شده است؟ چطور میتواند یادم رفته باشد؟ واژه جوهر را میتوان تشکیل دهنده چیزها معنا کرد، یا آنچه چیزی میتواند از آن ساخته یا بدان کاسته شود. دکارت با این دو جوهر دست به کار شد. از دید او همه چیز یا اندیشه بود یا ماده. اسپینوزا این تقسیم را رد کرد. به نظر او تنها یک جوهر هست. آنچه وجود دارد جزء هستی یگانه است که او آن را به سادگی جوهر و گاهی خدا یا طبیعت خواند. اسپینوزا بدین قرار دید دوگانه دکارت را از هستی ندارد. به اصطلاح ما یکتاگرا است، یعنی طبیعت و ماهیت تمام چیزها را به یک جوهر واحد تقلید می‌دهد. کم اختلاف نظر نداشتند؟ با این همه اختلاف دکارت و اسپینوزا آن اندازه که بسیاری می‌پندارند نیست. دکارت هم معتقد بود که خدا قائم به ذات است. منتها وقتی اسپینوزا خدا و طبیعت یا خدا و آفرینش را یکی می‌شمارد، اینجاست که با دکارت و نیز با تعالیم یهودی و مسیحی مقدار زیادی فاصله می‌گیرد. پس خدا طبیعت است و همین بس. ولی مقصود اسپینوزا از کلمه طبیعت فقط طبیعت مادی نیست. مفهوم جوهر خدا یا طبیعت برای او تمامی چیزهایی است که وجود دارد، از جمله تمامی چیزهای معنوی، یعنی هم ماده و هم اندیشه. آفرین. به نظر اسپینوزا انسان دو ویژگی یا تجلی خداوند را می‌شناسد. اسپینوزا آنها را صفات خدا نامید. این صفات همانهایی است که دکارت اندیشه و بعد خواند. خدا یا طبیعت خود را به یا به صورت اندیشه یا به صورت بعد نمایان می‌سازد. خدا چه بسا صفتهای بسیار دیگری هم دارد، ولی اندیشه و بعد تنها دو صفتی است که بشر می‌شناسد. قبول، اما مطلب را چرا انقدر می‌پیچاند؟ برای راهیابی به زبان اسپینوزا چکش و قلم لازم داری، ولی آخر سر پاداش می‌گیری و به فکری می‌رسی درخشان چون الماس. دیگر طاقت ندارم. گفتیم که همه چیز در طبیعت یا اندیشه است یا بود. پدیده‌های گوناگونی که در زندگی روزانه با آنها برمی‌خوریم، مثلا شاخه گل یا شعری از وردزورس، وجوه مختلف حالات بود یا اندیشه است. منظور از وجه شکل خاصی است که جوهر خدا یا طبیعت به خود می‌گیرد. شاخه گل وجهی از حالت بود است و شعری در وصف آن گل وجه حالت اندیشه، ولی هر دو اساساً بیانگر جوهر خدا یا طبیعتند. مرا که گیج کردید. ولی آنقدر هم پیچیده نیست. در برای صورتبندی خشک و سخت اسپینوزا ادراکی شگفت‌آمیز نهفته است. ادراکی چنان ساده که در زبان روزمره نمی گنجد. با این وجود من با اجازه شما زبان روزمره را ترجیح می دهم. حرفی نیست. پس بهتر است از خودت شروع کنم. وقتی تو دلت درد می گیرد، چیز که درد می کشد؟ همانطور که گفتید، من. بسیار خوب. و بعدها که یادت می آید یه وقتی دلت درد می کرد، چیز که می اندیشد؟ باز هم من. پس تو فردی هستی که لحظه دل درد دارد و لحظه دیگر در حال اندیشه است.
اسپینوزا می گفت همه چیزهای مادی و هر آنچه پیرامون ما روی می دهد فرانمود خدا یا طبیعت است. بنابراین هر فکری نیست که به مغز ما می رسد از آن خدا یا طبیعت است. چون کل هستی همه یک چیز است. یک خدا، یک طبیعت، یک جوهر وجود دارد و بس. ولی کم وقتی من به چیزی می اندیشم این منم که فکر می کنم. وقتی از جایم برمی خیزم این منم که حرکت می کنم. پای خدا را برای چه پیش می کشید؟ خوشم می آید که غرق موضوع شده ای، ولی تو کیستی؟ تو صوفیا منسن هستی، ولی تجسم چیزی بی نهایت بزرگتر هم هستی. بله البته اگر بخوایی می توانی بگویی این تویی که می اندیشی یا تویی که حرکت می کنی. ولی می توانی هم بگویی طبیعت است که فکرهای تو را می اندیشد یا طبیعت است که از طریق تو حرکت می کند. نه؟ مطلب در حقیقت آن است که با چه عینکی به جهان بنگری. یعنی می فرمایید من اختیار تصمیم ندارم؟ آره و نه. تو ممکن است مختار باشی شست دست خود را به هر طرفی که بخوایی نوسان دهی. ولی شست تو فقط قادر است به اقتضای طبیعتش حرکت کند. نمیتواند مثلا از دستت بیرون بپرد و دور اتاق برقصد. خودت هم عزیزم. به همین ترتیب در ساختار هستی جای خود را داری. تو صوفی هستی ولی انگشتی از پیکر خدا نیز میباشی. پس آنچه من میکنم به اراده خداست؟ یا به اراده طبیعت یا قوانین طبیعت. اسپینوزا اعتقاد داشت که خدا یا قوانین طبیعت علت درونی هر چیزی است که روی میدهد. خدا علت برونی نیست، چون تنها از طریق قوانین طبیعی سخن میگوید. من تفاوت این دو رو نمیفهمم. خدا خیمه شب باز نیست که سر همه نخ ها را در دست داشته باشد و همه رویدادها را مهار کند. خیمه شب باز ورزیده عروسک ها را از پشت پرده اداره میکند و بنابراین علت برونی حرکت عروسک هاست، اما شیوه جهانداری خدا این نیست. خدا از راه قوانین طبیعی بر جهان حکم میراند. پس خدا یا طبیعت علت درونی رویداد هاست. مفهوم این حرف آن است که همه چیز در جهان مادی به ضرورت روی میدهد. دید اسپینوزا از دنیای مادی یا طبیعی جبری است. گمانم قبلا هم چنین چیزی گفتید. شاید هنگام گفتگو از رواقیان. آنها نیز مدعی بودند که همه چیز در جهان به ضرورت اتفاق می‌افتد. بدین جهت اهمیت دارد که هر پیشامدی را با خویشتنداری بپذیریم. دستخوش احساسات نشویم. اخلاقیات اسپینوزا هم به طور مختصر همین است. منظورتان را می‌فهمم، ولی این فکر را هنوز هم نمی‌پسندم که من اختیار عمل خود را ندارم. خیلی خوب. برمیگردیم به عقب. سراغ پسر بچه‌ای که 30,000 سال پیش در عصر سنگ می‌زیست. برابی. پسرک وقتی بزرگ شد نیزه به حیوانات وحشی زد، به زنی دلبست که مادر فرزندانش شد و بیشک خدایان قبیله خود را می پرستید. خیال می کنید در انجام این کارها مختار بود؟ نمی دانم. یا شیری را در آفریقا در نظر بگیر. فکر می کنی خودش تصمیم می گیرد درنده باشد و بدین خاطر به آن آهوی لنگ حمله می برد و به جای این می توانست تصمیم بگیرد علفخوار باشد؟ نه. شیر از طبیعت خود پیروی می کند. یعنی از قانون طبیعت. تو هم همینطور صوفی، چون تو هم جزئی از طبیعتی. البته می توانی به یاری دکارت فریاد برابری که شیر حیوان است و با انسان آزاد واجد قوای عقلانی آزاد تفاوت دارد. ولی فکر کودک نوزاد را بکن که جیغ و داد می کند و اگر شیر به اوندهی شستش را می مکد، آیا این کودک دارای اختیار یا اراده آزاد است؟ گمان نکنم. پس کودک کی اراده آزاد پیدا می کند؟ وقتی 2 ساله است، این ور آن ور می دود و هر چه را می بیند با انگشت نشان می دهد. در 3 سالگی به مادرش نق می زند و در 4 سالگی ناگهان از تاریکی می ترسد. کجای این بچه آزاد است صوفی؟ من نمی دانم. 15 ساله که می شود دخترک روبروی آینه می نشیند و تمرین آرایش می کند. آیا این از لحظه ای که شخصا تصمیم می گیرد و به دلخواه عمل می کند؟ تازه دارم منظورتان را می فهمم. این دختر خانم البته صوفیا منسن است، منتها او نیز بر حسب قوانین طبیعت به سر میبرد. این را خودش نمیفهمد، چون برای هر کاری که میکند مشتی دلایل پیچیده وجود دارد. بیش از این نمیخواهم بشنوم. فقط 1 سوال دیگر را که جواب بدهی دیگر تمام میکنم. 2 نهال همسن و سال در باغی کاشته میشود. یکی از آنها در خاک خوب و نقطه آفتابگیر است و آب هم فراوان میخورد. دیگری در خاک بد و در گوشه ای تنگ و تاریک. کدام بهتر رشد می کند و کدام میوه بهتری می دهد؟
معلوم است آنکه شرایط مناسب تری دارد. اسپینوزا نهال اول را آزاد می‌خواهد. این نهال آزادی کامل دارد، توانایی‌های ذاتی خود را بروز بدهد و اگر فرزند درخت سیب باشد، توانایی هلو دادن یا آلو دادن ندارد. این امر در مورد آدم‌ها نیز صدق می‌کند. اوضاع و احوال سیاسی برای مثال می‌تواند جلوی رشد و پرورش شخصی ما را بگیرد. مقتضیات برونی می‌تواند ما را از پیشرفت باز دارد، فقط موقعی که ما را آزاد بگذارند تا توانایی‌های ذاتی خیش را بپرورانیم. می توانیم چون موجودات آزاد به سر بریم، اما در هر حال توانایی‌های درونی و نیز فرصت‌های برونی درست همانند پسرک عصر سنگ در ناحیه راین یا شیر در آفریقا یا آن نهال سیب در باغ سرنوشت ما را رقم می‌زند. خیلی خوب، بنده تسلیمم تقریبا. اسپینوزا تأکید می‌ورزد که تنها یک وجود کاملاً و مطلقاً علت قائم به ذات است و می‌تواند با آزادی تام عمل کند. تنها خدایان طبیعت مبین فرایندی اینچنین آزاد و اینچنین غیر تصادفی است. انسان می تواند برای کسب آزادی و رهایی از قیود برونی بکوشد، ولی هیچگاه به اختیار و اراده آزاد دست نمی یابد. ما بر آنچه بر بدنمان می گذرد که وجهی از حالت مادی است اختیار نداریم. همچنین اندیشیدن خود را بر نمی گزینیم. پس انسان روح آزاد ندارد و کم و بیش در پیکری مکانیکی محبوس است. فهم این مطلب خیلی دشوار است. اسپینوزا می گفت این شهوت‌های ما مثلا جاه طلبی و لذت جویی ماست که باعث می شود نیکبختی و هماهنگی راستین به دست آوریم. ولی اگر قبول کنیم که همه چیز از روی ضرورت روی می دهد، به نوعی ادراک شهودی از کل طبیعت می رسیم. به روشنی تمام می بینیم که همه چیز به هم وابسته است و همه چیز یکی است. هدف آن است که هر چه را وجود دارد با ادراک همه جانبه‌ای دریابیم و تنها در این حالت است که خوشنودی و نیکبختی واقعی به دست می‌آوریم. این را اسپینوزا دیدن همه چیز از چشم‌انداز ابدیت نامید و از همینجا نبود که بحث را آغاز کردیم و ناچاریم در همینجا ختم کنیم. من دیگر باید بروم. آلبرتو برخاست با ظرف بزرگ میوه از روی قفسه کتاب آورد. آن را روی میز گذاشت. حداقل پیش از رفتن کمی میوه بخور. سوفی یک دانه موز برداشت و آلبرتو سیبی زد. سوفی سر موز را کند و پوستش را جدا کرد. ناگهان گفت: روی این چیزی نوشته؟ روی چی؟ اینجا داخل پوست موز، مثل اینکه با قلم و مرکب نوشته باشند. سوفی خم شد و موز را به آلبرتو نشان داد. بلند خواند: باز من آمدم هیلده. من همه جا هستم. تولدت مبارک. سوفی گفت: خیلی مضحک است. مرتب موزی تر می شود. ولی این غیر ممکن است، نیست؟ در لبنان موز کشت می شود؟ آلبرتو سرش را تکان داد. بنده که نمی توانم بخورم. خب نخورش. کسی که تبریک تولد دخترش را توی موز پوست نکنده بنویسد مغزش حتما معیوب است، ولی در این حال باید خیلی هم باهوش باشد. بله، هم این هم آن. پس تا اینجا معلوم من شده که هیلده پدر باهوشی دارد. به عبارت دیگر احمق نیست. این چیزیست که من دائم شما میگفتم و شاید او بود که باعث شد دفعه پیش که اینجا بودم شما مرا هیلده بخوانید. شاید اوست که حرف توی دهن ما میگذارد. همه چیز ممکن است، ولی باید به چشم تردید به همه چیز نگریست. از کجا معلوم که همه زندگی ما یک رویا نباشد؟ اجازه بده در نتیجه گیری شتاب به خرج ندهیم، چه بسا توضیح ساده تری در کار باشد. در هر صورت من باید عجله کنم. مادرم چشم به راه است. آلبرتو تا دم در همراه او آمد. هنگام رفتن گفت: دوباره همدیگر رو میبینیم هیلده عزیز. و در را پشت سر دختر بست.